درود بر مهمانیاران گرامی، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ میبینین؟ آقای مسعود سپند باشین. درود باشه آقای سپند، حالتون چطوره؟ آقای سپند، من این ترانه من آریایم رو که خیلی ما پخشش کردیم و اینها، دیدم که جدا از این که خب خانم مریم جلالی عزیز چقدرم خوب و قشنگ خوندن با فرزندشون با شوهرشون، دیدم تو تاجیکستان این ارکستر بزرگ پلیس تاجیکستان اینو خونده و یه خانومی هم که خوب هم پلیس هم خانومی رو خونده. من شدم که شما خودتونم اونجا بودین وقتی اینو خوندن؟ بله، اولین بار که نوروز چند سال پیش بود که اونجا بودیم، بعد ناگهان این خانوم شروع کرد خوندن و دیدم صدای مریم نیست و خب دیگه شما خیلی دوست داره این آهنگو، برای که بسیار ملیگراست، بسیار وطن دوسته، رئیس آریاییان جهان امام علی رحمانی است. من قبولش دارم. درود بر ایشون. مردم خارج از ایران هم ایشون خیلی دوست دارم. بله. برای که خیلی خردگراست و ما درود بهش میفرستیم. ایشون هم گفتن که من صدا کرد، گفت کدوم بهتر میکنن، مریم یا این خان؟ رئیس جمهور صدا تو زد تو سال. گفتم هر دو خوب. هر دو چه قشنگ. هر دو. بعدن البته با یه ارکستر بزرگی ضبط کرد و که خودش هم اینه که با ارکستر بزرگی تو این شما نبودین؟ نه من نبودم. آها، تو اون قبلیش بودین که مقدماتی بودین. من اصلا برام یه دفعه که جالب یه آهنگ گذاشتم، فکر کردم مریم میخواد بخونه، ولی دیدم که نه، یه خانم دیگه با اونم خیلی قشنگ. چقدر مریم جلالی و شوهرش خوشحال شدن یه آهنگی که اونا ساختن رو ترانه مسعود سپند اونا خوندن، شدن اینا اینقدر خوشحال شدن که بعد شما به من گفتن تو تاکسی سواری تو شهر دوشنبه تاجیکستان. آره. یکی اونی که با همراهتون بوده چی بود جنش؟ آره، نه ما با تاکسی سوار شدیم، راننده خیلی حرف میزد، میگفت از ایرانی اینا، اونم من یه کشور دیگه زندگی میکنم. بعد اینی که کنار من نشسته بود گفت این شاعر همون من آریایی هم. گفت برگشت تعجب کرد و گفت راست میگی؟ گفتش آره. گفتش که بعد ما وقتی پیاده شدیم پول نمیخواد، هرچون ما پول تو بگیر نمیگیره، یعنی اینقدر محبت دارن اینا که حد نداره. و خب وزیر دوست دارن دیگه، همه دوست دارن. یه جایی این ترانه میگه من دشمنم به هرچه غلامی و بندگیست. مسعود سپند برای شما یه خبر خیلی خوب داره در این رابطه. ببینین تا کجا رفته پیام آریایی. تاجیکستان خونه ما هست. مردم تاجیک مردم ما هستن، عشق ما هستن. تا کجا رفته این من دشمنم به هرچه غلامی و بندگیست. مجله اونجا هفتگی در میاد و حالا اسمش ندارم چی هست اینا، بعد دیدم البته آوردن اینا، بعد دیدم که زیر نام مجله آرمی که هر هفته میگذارن به تاجیکی نوشته من دشمنم به هرچه غلامی و بندگی. برافو. اینقدر اینها خیلی مردمان فعال زحمتکش کارکن و اینا هستن و بسیار این ایران رو در واقع اینا زنده نگه داشتن. بله، فرهنگ ایران رو. اگه جای دیگه سعی میکنن ایران رو بکشن، اینا ایران زنده باد. به رهبر خیلی مهمه، امام علی رحمانی. دیوش کیز واژه یک آقای سپند استفاده کرده در شعر بابک. شعر بابک که چقدر قشنگ و زیباست. ببینید دیوش کیز رو مسعود سپند براتون معنی کنه و بگه کی بوده چی بود، و این میشه هدیه امروز ما به شما تا برنامه بعدی با آقای سپند. من یک شعر گفتم به نام بابک، یعنی بابک در بارگاه خلیفه است، که امیدوارم اگه باشه بگذاریم در یک جای این شعر، این آخراش میگم که وقتی که دو بارگاه خلیفه میره و میفته و میزنن دستش قطع میکنن و صورتش و اینا رو حتما توی شعر هست که رنگی میکنه که پیش پای اهریمن نیفته و پشت خودش میندازه، اینا رو در شعر آوردم. و بعد به جای میرسه که دیگه مثلا با رؤیا میره تو سرزمین سیمور و در اونجا یک جاش میگن که با مورفکن امی پیر توس و خیزش یعقوب و دیوشتیج را هم دید،
که اگر دوستان گوش کنن متوجه حتما میزن. گوش کنین براتون میذاریم میتونن اونم بزنین بابک مسعود سپند یه مونتاژ خیلی خوبی هم شده از فیلم بابک درست کردیم براتون ببینید و بعد از این ما براتون میذاریم. اینجا من دیوشتی خوب نمیدونستم چیه، معنیش فهمیدم که دیوشتی یعنی دیپ ستیز، کسی با استیجیدن یعنی جنگیدن ستیجیدن. و بعد رفتم تاجیکستان و رفتم که به رودکی رو زیارت بکنم قبلشو. بعد اونجا یک شهر دهی هست به نام، یا الان به یه شهر شده بزرگ شده به نام پنجکند. پنجکند یعنی پنج تا شهر یا پنج تا کنده یا پنج تا خونه. به هر حال یک جایی هستش که روی تپه هست و اینجا قدیمیه و اینا خراب شده و دیدم خاک روی خاک، خانه ها روی هم ریخته. بعد اون کسی که یک موزه قشنگ هم داشت، کوچیک بود ولی خیلی خوب بود، مسئول موزه اومد صحبت کرد و گفتش که چکار کنیم شما آمدین اینجا. و بعد که با هم صحبت کردیم دیدیم داره شرح این پنجکنت داره میده. و تا اونجا که یادم هست گفت که در سال 710 این عرب ها آمدن و سمرقند گرفتن و 8 سال بعد تصمیم گرفتن که بیان این پنجکنتی که بر روی تپه بنا شده بگیرن و این تپه رو محاصره کردن. اون رهبرشون اون تازی که اونجا بود اینا خب مقاومت کردن، حدود یک سال اینها مقاومت کردن و وحشتناک بود برای که محاصره کرده بودن و اینها خب از لحاظ غذا و اینا نمیتونستن. به هر حال این مثلا عرب سوسمارخور گفته بود که اگه این شهر بگیرم آتش بزنم. و بعد یعنی اگه تسلیم نشیم. این وشتیج میبینه که یک سال داره میگذره و این مردم از گرسنگی ممکنه بمیرن و اینها تنها کاری که میتونه بکنه خودش میزنه بیرون از دروازه، میاد بیرون و میره میزنه به کوه، میره توی غاری پنهان میشه. اینا میرن اولا اون غار رو محاصره میکنن و این که توش آتیش روشن میکنن دود اینو میکشه بیرون و به هر حال اونجا دیگه میزنن میکشنش. و الان تندیس این دیوشتی در داخل شهر جدید پنجکند هست. و من رفتم محل دیدم و گفت و دیدم که از زیر این خاک ها و گل ها چوب های رو در آوردن که خوش شده، زغال شده و این داره آتیش زده این بغیره. علاوه بر این که مردم رو میکشه شهر هم آتیش میزنه و به هر حال یک قهرمانی هست این دیوشتیش در شهر پنجکند و در خود تاجیکستان. من در اونجا در شعر خودم که میگم خیزش یعقوب و دیوشتی را هم دید، اینجا منظورم اونه. و یک تندیس بزرگی از این روی سوار اسب گذاشتن تو شهر پنجکند و اینجا مرکز عروس داماده، یعنی عروس داماد که میخوان با هم قراردادی ببندن که با هم زندگی بکنن میرن اونجا هم قسم میشن و به هر حال با هم پیوند زندگیشون رو اونجا میبندن. و واقعا وقتی که این کسی که تو موزه بود و شرح این دلاوری های دیوشتیج رو میداد و اون چیزایی که اونجا بود، جالبتر از همه اینه که اونجا روی دیوارهای اینجا در معبدی که در داخل شهر بوده رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، اینا روی دیوار، روی دیوارهای گلی و گچی روی دیوار کشیده بودن. بعد شوروی قدیم میاد اینا رو میبره تو موزه های خودش میزنه. شوروی میزنه. یکی دو تاش خیلی کمرنگه و با سختی دیده میشه، این تو موزه خود این پنجکند. بعد میبینی که مثلا سوار اسب و شمشیر و اینا هست، ولی اینقدر این ضعیفه که به سختی دیده میشه که صحنه‌های جنگ رستم و اسفندیار و سهراب و اینا نشونه. خیلی
هم زیباس هم غم انگیزه که چطور میان. بعد گفتم آخه این دیوار گچی رو چطور بودن؟ گفتش این پشتش رو بتونارمه میکردن. آها. دیوار رو با بتونارمه میچسبوندن میبردن تو موزه‌های شوروی هستش. یعنی چه نیاکانی داشتین، چه کارایی کردن، خیلی دلاورانی بودن. بیاموزید از این سرشورا. بله آقای سپند بیاموزن. آقای سپند دلم میخواد که همین تو برنامه کوچولو موچولو بتونیم در خدمتتون باشیم و چون الان برنامه هاش کوتاه باشه بعدم راحت‌تر بیشتر میبینن و این افتخار داشته باشیم که بیشتر با شما مهمانیار باشیم. درود باشه. من آریاییم از نسل آفتاب، از شهر ماهتاب. خدمتتون بگم که این شعر اصلا نژاد پرستانه نیست، این شعر شعر انسانیته، شعری است که من افتخار میکنم به خاطر که اجداد من و اجداد شما انسان بودن، آدم خوش و آدم خوار نبودن، تمدن رو داشتن، انسان پاک بودن. امروز بر به حسن ختام برنامه فرمایش استاد مسعود سپند، امروز در برنامه من که از تلویزیون پارس پخش شد، سرکار خانم شاکیلای عزیز که درود دارم خدمتشون، نقل کردن از سیاوش اوستا، پخش شد امروز که بدونید آریایی یعنی نژاد نیست، یعنی تبار و انسانهای پاک و آزاده اندیشمند. من در این رابطه بسیار گفتم اصلا نژاد نیست و ما افتخار میکنیم به آریایی بودن. یادتون نره من جواب آقای برنارد آنری لوی رو دادم در سیناگوگ یهودیان فرانسه در پاریس، سالن جمعا برای من کف زد و بهش گفتم آخه اشتباهی کرده بودم در همین رابطه و بعد بهش گفتم آقا تو چطور تاریخ بلد نیستی؟ قربونت برم، واژه وقتی سفر میکنه معنیش عوض میشه. اگر هیتلر پدرسوخته غلطی کرده اصلا ربطی به آریا و آریا نداره. و آریا گفتم در اسرائیل الان فرزندان بسیاری آریا و آریان هستن اسمشون. و گفتم آقا تو همین سیناگوگ، سیناگوگ کوپرنیک اینجا بغل برج ایفل بود، گفتم تو همین سیناگوگ مدیری داره به نام خانم آریان دیوید. آقا آریایی یعنی نژاد نیست، یعنی تبار پاک، انسانهای پاک اندیش و ایران یعنی سرزمین انسانهای پاک و آزاده. آقای سپند سپاس گزارم. با اون سومه دوستان با ما باشید، این برنامه ادامه خواهد داشت.